در خارج بودیم که در اردیبهشت سال چهل نهضت آزادی اعلام موجودیت کرد. در خارج از کشور کسانی بودند که قبل از اینکه به خارج برن در انجمن‌های اسلامی یا در نهضت مبارزات ملی همه همدیگر میشناختیم، با هم کار میکردیم. مرحوم دکتر چمران از زمان دانشجویی ما میشناختیم، با هم بودیم، هم تو انجمن اسلامی بود و هم توی نهضت مبارزات ملی کار میکرد. مرحوم دکتر شریعتی که اون موقع رفت بود به پاریس، در پاریس مستقر بود، او هم همینطور، او از زمان دانشجویش در مشهد با نهضت مبارزات ملی همکاری میکرد، عضو کمیته ایالتی نهضت مبارزات ملی در خراسان بود و در سال 36 هم به همین مناسبت دستگیر شد. این ارتباطات رو ما داشتیم. هنگامی که صادق قدس‌زاده همینجور در ایران عضو انجمن اسلامی دانشجویان بود، فعالیت میکرد، حتی دانش آموز بود ولی میامد تو انجمن و عضو کمیته دانش آموزان نهضت مبارزات ملی هم بود. بله، شاید مثلا من یه توضیح بیشتری اینجا برای شما بدم که در همون سال 40 که نهضت آزادی ایران تشکیل شد، مدت طولانی نهضت نتوانست به فعالیت خودش ادامه بده. همونطور که میدونید از اردیبهشت سال 40 تا اول بهمن سال 41 که به مناسبت انقلاب شامل ملت اون بیانیه تاریخی نهضت داده شد و سران و فعالین نهضت دستگیر شدند و بعد از ورود روحانیت به مبارزه و با وجود آمدن 15 خرداد و محاکمات سران نهضت، گروه های حلقه دوم و سوم نهضت آزادی‌ایران تا حدود سال 44 به صورت محدود فعالیت داشتند. اما هم سال اردیبهشت سال 40 که نهضت آزادی‌ایران در ایران تشکیل شد، فارغ التحصیلان دانشگاه ها که عضو انجمن اسلامی دانشجویان بودند، چه اروپا چه آمریکا، اینها هم در ارتباط با فعالیت ها و مبارزاتی که در داخل بود، اونها به وظایف خودشون عمل کردند. در سال 39 دیگه رفتم خارج، ولی در خارج خب به خاطر نزدیکی که 3 سالی دوره دانشکده و اون 1 سال بعد با من مرحوم مهندس هاشم، خب در اونجا ما در واقع به مدرسه‌ام به اونجا افکار و اندیشه های کسایی رو که هم آهنگ بودن با این افکار اندیشه ها، مثل مرحوم دکتر شریعتی بود و چند نفر دیگه، با اینها در پاریس آشنا شدیم و بعد وقتی که نهضت آزادی برای اولین بار در ایران تشکیل شد، بلافاصله ما هم دور هم جمع شدیم و در اونجا نهضت آزادی خارج از کشور رو تشکیل دادیم. روی اون ارتباطات قدیمی که داشتیم اون رو زنده کردیم با چمران، با شریعتی، با صادق قدس‌زاده، با بقیه دوستان. هنگامی که نهضت آزادی در این اعلام موجودیت کرد، طبیعی بودش که همه ما علایقمون در سمت و سوش معین بود. در حالی که تو جبهه ملی بودیم و فعالیت میکردیم، اما احساس کردیم که میبایستی نهضت آزادی رو هم تشکیل بدیم. و این سال 39-40 بود، دوره دکتر امینی بود و به محض اینکه مرحوم مهندس بازرگان به زندان افتادن و محاکمه شدن و اینها، ما فعالیت های زیادی رو در خارج میکردیم. من جمله یک کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در اونجا به وجود آمد که خب یه مقدار به ابتکار ما و دوستان ما بود و افرادی مثل جان پل سارت و شوارتز و دیگران دفاع کردن، حتی نامه هایی نوشتن که مرحوم مهندس در مدافعات خودشم از اون نامه که در لوموند چاپ شده بود و از زندانیان سیاسی ایران دفاع کرده بود به نام حقوق بشر یاد کرده بودن. تشکیل نهضت آزادی و ضرورتش در خارج از کشور از این جهت بود که ما می‌دیدیم که نیروهای اسلامی خارج از کشور می‌بایستی سازمان مستقل خودشونو داشته باشن، در این حال که با بقیه گروه‌ها فعالیت می‌کنیم. ما از همون موقعی که از ایران حالا رفتیم، ارتباط خودمون رو با مرحوم مهندس بازرگان حفظ کردیم. از طریق مکاتبه نامه می‌نوشتیم، ایشون جواب می‌داد. نهضت آزادی هم که تشکیل شد، خب ما هم در جریان قرار گرفتیم. حتی در مکاتباتی که برخیشو من دادم به مرحوم نجاتی در روزنامه در کتاب خودش آورده، مرحوم مهندس برای ما توضیح داد که اختلافشون با جبهه ملی بر سر چی هستش، چرا اینا تشخیص دادن که باید نهضت آزادی ایران به وجود بیاد، اونا رو شرح بده. ما هم در خارج از کشور این بحث رو بین خودمون داشتیم. بنابراین بهار سال 1341، یه چیز تقریبا یک سال بعد از
تشکیل نهضت آزادی در داخل ایران. در خارج از کشور این دوستان ما که 5 نفر هسته اصلی بودن، مرحوم چمران بود، بهشتی چیز بود، شریعتی بود در پاریس، صادق قدس‌زاده بود در واشنگتن، من بودم، به اضافه آقای پرویز امین که او هم دانشجو بود، دانشجو علوم سیاسی بود در فرانسه. اینا هسته اولیه بودن، تشکیل شد و سپس به یارگیری پرداختیم به دوستان دیگری که در خارج از کشور بودن، با همین انجمنها و نهضت همکاری رابطه داشتن، به ما پیوستن و جزو نهضت شدن، جزو شورای نهضت شدن، جزو کادرهای فعال بودن. آقای دکتر غلام عباس توسلی از وقتی دانشجو در سوربن عضو نهضت بود فعالیت میکرد، آقای فریدون صحابی، دکتر فریدون صحابی اون موقع در انگلیس تحصیل میکرد، مهندس ابوالفضل بازرگان، عرض کنیم که مهدی مظفری که اون موقع از دانشجو بود در فرانسه، آقای عرض کنم که مهندس محمد توسلی که در آمد امریکا بعد در آلمان مستقر شد، همینا کادرهای نهضت آزادی در خارج از کشور بودن که از سال 1341 تأسیس شد تا 1350 ما فعالیت مشهود علنی جز در یک دوره‌های کوتاهی نداشتیم. یکی از ویژگی‌هایی که در مجموع در فعالیت‌های خارج کشور برجسته است این است که اونا خیلی متأثر از شخصیت مهندس بازرگان هستند. یعنی خود مهندس بازرگان اگر بخوایم یه نگاه کلانی به زندگیشون بکنیم، 4 بستر متفاوت دارن. یکی بستر خودسازیشون است که شخصیت خودشون ساختن، بستر فرهنگی هست، بعد فعالیت‌های اجتماعی و بعد سیاسی. شاگردان ایشون هم در واقع همین 4 بستر طی کردن در داخل کشور، موقعی که عضو انجمن بودن در جلسات انجمن‌های اسلامی دانشجویان، در جلسات سخنرانی آقای مهندس بازرگان، در جلسات تفسیر قرآن مرحوم آیت الله طالقانی در مسجد هدایت، و این نوع فعالیت‌ها در واقع شخصیت فکری و اجتماعیشون شکل گرفته بود و مبارزات سیاسی که در دهه 30 در نهضت مقاومت ملی داشتن، اینا عناصری بودن که این پیشنهاد داشتن. طبیعی بود که افرادی مثل دکتر شریعتی، دکتر یزدی و مرحوم دکتر چمران، یا افرادی مثل آقای دکتر غلام عباس توسلی خود بنده، یا خیلی از دوستان ما که در اروپای آمریکا بودن، اینا هم در واقع در خارج کشور به وظایف خودشون عمل کردن. در جبهه ملی خارج از کشور هم اروپا هم آمریکا این دوستان ما نقش مقدم و فعال داشتن، از جمله مرحوم دکتر شریعتی تا سال 43-44 که در پاریس بودند سردبیر روزنامه ایران آزاد بودند و مقالاتشون و افکار و اندیشه‌هایشون در روزنامه ایران آزاد که ارگان جبهه ملی اروپا بود منتشر میشد و در اروپا و آمریکا توزیع میشد. در آمریکا هم آقای دکتر یزدی هم دکتر شمران در کنار دکتر شایگان و دکتر شاهین فاطمی، دکتر محمد نخشب، مجموعه جبهه ملی آمریکا رو تأسیس کرده بودن و در اون بستر سیاسی فعالیت میکردن. بعد از 15 خرداد و تحلیل رویدادهای داخل، این جمع با تجزیه و تحلیلی که داشتن به این جمع رسیدن که مبارزات قانونی دیگه امکان پذیر نیست در ایران و بایستی بستر جدیدی برای ادامه مبارزات فراهم کرد. به همین مناسبت مرحوم دکتر شمران در مجله اندیشه جبهه مقالاتی در ارتباط با انقلاب کوبا درج میکرد، مقالاتی در ارتباط با جهاد در نهج البلاغه بود، در واقع زمینه‌های ذهنی و فرهنگی رو برای این انتقال از مبارزه مسلمت آمیز و قانونی به مبارزه مسلحانه فراهم می‌کردند. در تمام این موارد ما ارتباطمون رو با دوستان داخل داشتیم. مرحوم مهندس بازرگان قبل از اینکه در بهمن 41 بازداشت بشه، در جریان ارتباطاتی که ما با الجزایری‌ها و مصری‌ها به وجود اومده بودش قرار داشت و نظریات خودش رو منعکس کرده در نامه‌های مختلف. بعد از اینکه در سال 46 از زندان آزاد شد، این ارتباط مجدداً برقرار شده. بنابراین یک ارتباط تنگاتنگ نه خیلی سازمان یافته‌ای، به دلیل اینکه در داخل ایران فشار و
فشار سیاسی امنیتی بر دوستان زیاد بود، اما در حال ما این ارتباطات را در سطوح مختلف با دوستان داخل داشتیم و در مواقع مختلف خب نظریات مشورتی اونها رو می گرفتیم، اونها هم در جریان فعالیت های ما قرار داشتند. هنگامی که قرار شد که برنامه سیاسی پیاده بشه، آقای خمینی فرمودن که خب من که به تعبیر خودشون، من که سیاسیون رو نمیشناسم، من بازرگانی میشناسم، بکسابیر میشناسم، تو رو میشناسم. بنابراین اینجور قرار شد که سه نفر رو ایشون معرفی کردن، مرحوم بهشتی، مطهری و هاشمی رفسنجانی، که این سه نفر در ایران افراد سیاسیون رو، بازم به تعبیر خدا، سیاسیون رو به آقای خمینی معرفی کنن، آقای خمینی اینها رو به عضویت شورای انقلاب منصوب بکنی، شورای انقلاب تشکیل بشه. اولا هم قرار نبودش که روحانیون در شورای انقلاب باشن، قرار بودش که کل اعضای شورای انقلاب که 15 نفر قرار باشن همه غیر روحانیون باشن. برای اینکه این کار بشه، آقای خمینی از من خواستن که من به مهندس بازرگان تلفن بکنم که بیاد به پاریس، همونجوری که خواسته بودن مطهری بیاد، بهشتی بیاد، دیگران بیان، که چون در جریان این برنامه ها نبودن. خب مرحوم مطهری اومد، ما برنامه رو دادیم، خوند و آشنا شد و بهشتی همینطور، همه استقبال کردن از یک چنین برنامه‌ای که تدوین شده، منظم شده. مرحوم مهندس بازرگان که خواست، من زنگ زدم که از طرف آقای خمینی که دعوت کنم بیان، ایشون گفتن که من در مراسم، حالا یا چله شریعتی یا هفتش، من درست یادم نیست، در یکی از مراسمی که به مناسبت درگذشت شریعتی برگزار شده بوده، اولین بار بوده که در ایران یک کسی اسم آقای خمینی رو می آورده و مرحوم مهندس بازرگان بوده، اونجا مردم ست صلوات می فرستن. مرحوم مهندس بازرگان میگه که یعنی چه؟ شما برای خود پیغمبر یه صلوات می فرستید، ولی برای فرزندش ست صلوات می فرستید؟ اگر امروز پیغمبر بیاد از شما سوال بکنه چه جواب میدید؟ خیلی از آقایون روحانیون این برخورد مهندس بازرگان رو خوششون نیامد و شروع کردن علیهش بعضی حرفا زدن. موقعی که من از طرف آقا به ایشون زنگ زدم به ایران که آقای مهندس شما تشریف بیارید، گفت بابا اینجوریه، اینا علی من جفسازی کردن، حال من بیام آقای خمینی میخواد بازم من بیام یا نه؟ که من گفتم بسیار خوب، من با آقای خمینی صحبت کردم و آقای خمینی گفتن نه مسئله نیست، ما که برخورد شخصی نداریم، نه که بیان ایشون. که ایشون اومدن، ایشون که اومدن در واقع سه جلسه مستقلن با آقای خمینی صحبت کردن، که در هر سه جلسه‌اش هم من بودم، یعنی آقای خمینی بودن، آقای مهندس بازرگان و من. بحثایی که مطرح شد خب همین کلیات مبارزه بود. آقای مهندس بازرگان به سرعتی که انقلاب به خودش گرفته بود خیلی معتقد نبود و میگفتش که این سرعت خیلی پخته نیست و خامه، و اگر چنانچه در چنین شرایطی قدرت به ماها محول بشه و منتقل بشه، آقای مهندس بازرگان به شدت مردد بود که ما بتوانیم، یعنی نه که بتوانیم ما، یعنی کل مجموعه جنبش، بلکه معتقد بودی ما یه دوره انتقالی از آزادی های سیاسی داشته باشه، این مقداری نیروها شناخته بشن، تجربه پیدا کنن، بعد اون وقت بریم به اون نقطه بعدی. خب آقای خمینی در قبال این یه منطق دیگری داشت، میگفت مردم الان گرمن، احساسات دارن، شعور دارن، هیجان دارن، اگر چنانچه ما راه حل مسالمت آمیز انتخابات اینا رو بپذیریم، ممکنه مردم از این هیجانات بیافتن و شاه دوباره برگرده به ما لطمه بزنه، برای اون هست. خب هر دو حق داشتن در این مورد، ولی در حال آقای مهندس بازرگان نظر امام رو پذیرفتن و به این ترتیب تو اون جلسه قرار شد که آقای مهندس بازرگان یک لیستی از اسامی 30-40 نفر رو بنویسن بیارن که آقای خمینی از اون تو راجع به اعضای دولت موقت و شورای انقلاب رو انتخاب بکنن. در اون لیست افرادی رو خود امام شخصا گفتن، مثلا مرحوم آیت الله حاج سید ابوالفضل زنجانی رو آقای خمینی اسم بردن که جز این لیست بنویسید که اونم در جریان قرار بگیره. دکتر سنجابی رو خود آقای خمینی اسم بردن، برای اینکه آقای خمینی بعد در توصیهشون به مهندس بازرگان برای تهیه این لیست این بود که از همه گروه ها باشه. در اوایل نیمه دوم سال 57 یک جلسه در منزل آقای مطهری تشکیل شد
که سران فعلی کشور غالبا در اونجا حضور داشتن. آقای دکتر بهشتی بود که فرمان شدن، دکتر واهنر بود، موسوی اردبیلی بود، هاشمی رفسنجانی بود و مهندس بازرگان آقای صدر حاجی جوادی و یه تعدادی دیگه بودن، از جمله بنده بودم. اون موقع بود که فعالیت مردم به عنوان جنبش علیه رژیم هنوز نام انقلاب به خودش نگرفته بود، شتاب زیادی پیدا کرده بود و توی اون جلسه که 3 ساعت شاید 4 ساعت طول کشید، بحث این بود که چگونه این جنبش رو، این حرکت مردمی رو ما هدایت کنیم و فکر میکنیم که اینا اگر موفق بشن چقدر طول میکشه تا اینکه حکومت رو به دست بگیرن. در اون جلسه بعضی گفتن 7 سال، بعضی گفتن 5 سال، کمتر از 2 سال هیچ کس هیچی نگفت، برای که مقایسه میکردن با نهضت‌های آزادی بخش سایر کشورها نظیر الجزایر، میگفتن طبعا طول خواهد کشید. ولی در هر حال خیلی خوشبین بودن به این جریان. بعدش آقای مطهری رو مأمور کردن که بره پاریس و با امام صحبت کنه، راجع به یک مسئله صحبت کنه و این که ما برای اینکه حکومت رو اگر ساقط کردیم مملکت رو اداره کنیم و به دست بگیریم، بهتر این که یک شورا درست کنیم به نام شورای انقلاب و یک دولت به نام دولت در تبعید، که دولت در تبعید مملکت رو اداره بکنه، دستور بده به وزارتخانه ها، به سازمان های دولتی، و شورای انقلاب جنبش رو هدایت بکنه. البته عده زیادی با این مخالف بودن، گفتن هیچ فعالیتی خارج از کشور معنی نداره، باید هر کس هر نوع فعالیتی میخواد بکنه و مبارزی میخواد بکنه باید داخل کشور باشه. آقای مطهری با این پیشنهادات پاریس رفت. البته اون لیست تهیه شد، اون وقت بر اساس اون لیست آقای خمینی به آقای بهشتی که آمده بود به پاریس، مرحوم مطهری که آمده بود به پاریس، به اینا توصیه کردن که اعضای شورای انقلاب رو معرفی کنن. متا این شورای انقلاب تا هنگامی که شاه از ایران رفت و بعد از که ما آماده برگشت به ایران بودیم، هنوز اعضای شورای انقلاب کامل نبود که آقای خمینی یادداشت خصوصی فرستادن یا نوشتن دادن من فرستادم اصلی مسافر به ایران به آقای مطهری که چرا انقدر کوتاهی میکنید و بجنبید و وقت نداریم از این صحبت ها. من یه روز منزل نشسته بودم، آقای موسوی اردبیلی زنگ زد گفت من یه کار خیلی فوری واجبی با شما دارم، میخوام شما رو ملاقات کنم. من رفتم منزلش، رفتم منزلشون و ارتباط رو قطع کرد و درم بست و گفت یک مطلب خیلی محرمانه میخوام با شما به میان بذارم، به شرط اینکه هیچ کس هیچگاه ازش مطلع نشه. گفتم بفرمایید. گفت میخوایم یه شورای تشکیل بدیم به نام شورای انقلاب که این آمادگی داشته باشه پس از سقوط رژیم حکومت رو به دست بگیره. یه تعدادی برای عضو برش در نظر گرفتیم، از جمله یکیش رو شما هستید، اگر موافق با این هستید تا من بقیهش رو بگم و بقیه اعذارم بگم بهتون، اگر موافق نیستید جوابتون منفیست، از همین حالا دیگه این مطلب رو که من با شما صحبت کردم به جای ما نکس نکنید. گفتم یه سوال دارم. گفت چیه؟ گفتم مگه شما سقوط رژیم به این نزدیکی میدونید که میخواد حکومت رو به دست بگیرید و الان میخواد دولت برش تشکیل بدید؟ موسوی اردبیلی گفت من نه، ولی امام چرا؟ او معتقده که غریبا ساقط خواهد شد. به دلیل همین فعالیت ها و این که من همیشه از زندان شدن و از مبارزه ترسی نداشتم و چیز کردم و با آقایون روابطی داشتیم، با مرحوم باهنر، با همین آقای جلال فارسی، عرض شود که با مرحوم مطهری با آقایون روابطی داشتیم و رفت آمد داشتیم و اینها، عرض شود که بنده به پیشنهاد آقای مهندس بازرگان عضو شورای انقلاب بودم، آقای مهندس بازرگان هم که بودند و آقایون دیگه هم اونایی که اعضای در حال در تطریق چنین شرایطی بود که مرحوم مهندس بازرگان مطرح شد که مسئولیت دولت رو بپذیره. مهندس بازرگان به هیچ وجه نمیخواست بپذیره. بحث‌های فوق‌العاده طولانی در همون پاریس با هم داشتیم. بعدها که آمدیم به ایران، مرحوم طالقانی هم با توجه به روحیات مرحوم مهندس بازرگان و شناختی که از آقایون روحانیون داشت،
بر این باور بودش که مهندس بازرگان با اینا نمیتونه کار بکنه. از من خواست مرحوم طالقانی، به من گفت فلانی من مهندس رو میشناسم، مهندس نمیتونه با اینا کار بکنه. من براش توضیح دادم که با توجه مجموعه شرایط اگر مهندس بازرگان مسئولیت دولت موقت رو نپذیره، من نگران هستم که ایران دچار یک سلسله بحران‌ها و تلاطماتی باشه که به تمامیت ارضی ما لطمه بزنه. بله، این بسیار سوال مهم و حساسی است که چطور شد که مهندس بازرگان انتخاب شد و آیا آلترناتیو دیگه وجود نداشت که رهبر انقلاب آقای مهندس بازرگان انتخاب کرد. همین که مسئله پیروزی انقلاب مطرح بود، از زمانی که امام به تهران اومدند 12 بهمن این بحث ها مطرح بود. افراد مختلفی هم سر زبان ها بودند. روزنامه های اون روز هم بر حسب مزاق و خط مش سیاسی خودشون یکی از این افراد رو تیتر میکردن و عنوان میکردن. مثلا آقای مرحوم دکتر سنجابی یکی از کسایی بود که میگفتن، این شایعاتی بود که در داخل مردم مطرح بود و کاندیدا بودن. مرحوم قطبزاده مطرح بود، مرحوم آیت الله بهشتی مطرح بود، اینا و از جمله مهندس بازرگان. ولی به نظر من مقدمات این نخست وزیری و صحبت‌های اولیه‌اش در سفری بود که مرحوم مهندس بازرگان قبل از پیروزی انقلاب به پاریس کرد و ملاقاتی که اونجا با حضرت امام داشت. در سال 56 آقای مهندس بازرگان یک نامه‌ای به آقای خمینی می‌نویسن و از طریق مسافر می‌فرستن که در اونجا دیدگاه‌های خودشون رو برای رسیدن به اون هدف مطلوب که ایجاد یک جمهوری اسلامی باشه در 4 مرحله بیان میکنن. موقعی که آقای خمینی میخوان از نجف خارج بشن، خب توسط آقای دعایی به ما پیغام دادن، ما مطلع شدیم رفتیم و همین برنامه منجر شد به اینکه ما در پاریس مستقر بشیم. هنگامی که در پاریس ما مستقر شدیم، یکی از سوالات اساسی این بود که خب که هر روز من شخصا با آقای خمینی مطرح میکردم، به خصوص صبحهای زود، این بود که خب آقا دنیا میدونه ما چی نمیخوایم، ولی دنیا نمیدونه ما چی میخوایم. الان در وضعیتی هستیم که ما باید بدانیم چی میخوایم. اول برای خودمون معین بکنیم چی میخوایم، بعد اون وقت به دنیا بگیم ما چی میخوایم. صرف این که ما بگیم شاه باید برود، این خواستن نیست، این چیزی که نمیخوایم میگیم، ولی جای او چی میخوایم. شاه که نمیتونه همینجوری بره، که همینجوری هم بره نمیشه مملکتی که همینجوری بمونه، که باید یه چیزی جاش، ما آلترناتیو بدیلی جایگزین داشته باشیم. این منجر به تدوین برنامه سیاسی شد که خود من تهیه کردم و ایشون هم یه اصلاحاتی روش کردن، اصل سند موجوده. بر اساس این برنامه سیاسی این بود که ما یک شورای انقلاب باید درست کنیم. آقای خمینی به تنهایی نمیتونه از پاریس انقلاب رو رهبری بکنه، اداره کنه، در سطح کلان میتوانن خط مش بدن، اما انقلاب به دلیل توسعه و پیشرفتی که پیدا کرده دائما با یک سلسله مسائل فوری در داخل ایران روبرو است. بنابراین صحبت این شد که باید یک شورای انقلاب تشکیل بشه. این شورای انقلاب باید مقدمات معرفی یک دولت موقتی رو فراهم بکنه. این بحثی که من دارم میکنم زمانی است که هنوز شاه در ایران و هیچ صحبتی هم از خروج شاه از ایران نبوده، ولی ما مصمم بودیم طبق این برنامه دولت موقتی رو اعلام بکنیم. حالا این دولت رو آقای بختیار قبول نداره، شاه هم در خارج قبول نداره، نداشته باشه. بنابراین مثل یک کابینه که به طور کامل بدون معارض میخواد تشکیل بشه، شروع کردن کار کردن. بعد پیشنهاد شد که آقای مهندس بازرگان خب مناسب ترین آدم هست به لحاظ سوابق، خدمت، سن، همه چیز. ایشون رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کردن. وقتی که این افراد مختلف مطرح بودند، روحانیون سرشناس اون روز مثل آیت الله منتظری، آیت الله مطهری، آیت الله بهشتی، آقای هاشمی رفسنجانی، اینها همه اتفاق نظر داشتند روی مرحوم مهندس بازرگان. این دولت موقت قرار بودش که بخشی از وزرا در داخل ایران باشن، بخشی از وزرا خارج از ایران باشن. از همون ابتدا هم نظر همه کسانی که در از دوستان آقای خمینی که به پاریس می آمدن و یا
خود آقای خمینی همه نظرشون این بودش که اگه قرار باشه دولت موقتی معرفی بشه شایسته ترین فرد مهندس بازرگان هستش. رهبر انقلاب به نظر من با اون هوش و ذکاوت سرشاری که داشتند انتخاب رو بین کسان دیگری که مطرح بودن معلوم است بازرگان رو انتخاب کردند و این انتخاب به نظر من بهترین انتخاب اون روز بود. به تعبیر من اون موقع تو هنوز افغانستان به این صورت در نیامده بود، اصطلاحی که من بعداً به کار بردم، ولی از همون موقع نگرانی‌ها بود که اگر یه شخصیتی که دارای این اعتبار تاریخی مثل بازرگان نباشه، دارای این اعتبار دینی در میان جامعه نباشه که هم روشنفکرها قبولش داشته باشن، هم متدینین قبولش داشته باشن، همه قبولش داشته باشن، قطعا انقلاب ما دچار یک سلسله بحران‌هایی می‌شد که اون وقت تاریخ مهندس بازرگان رو ملامت میکرد که برای حفظ وجه ملی خودش حاضر نشد در یک مقطع تاریخی مسئولیت بپذیره. به نظر من اگه هر کس دیگری جز مهندس بازرگان با اون پیشینه قوی که داشت حدود 50 سال ایشون سابقه مبارزاتی مذهبی و سیاسی داشت، او بود که تونست اون روز این پاسخ رو بده. ضمناً شخصیت بازرگان جوری بود که غلبه داشت برای همه اونها، چون اونها ناشناس بودن بازم نسبتاً و موافق بودن. خود مهندس بازرگان با طالقانی که صحبت کرد با اون مشورت کرد که بپذیرد نخست وزیری یا نه، طالقانی اعتقاد داشت که شرایط تو بگو من باید به عنوان یک نخست وزیر مستقل باشم، در کار اجرایی مملکت من نباید کسی دخالت کنه. اما چون شورای انقلاب نقش مجلس رو داره، اختیارات مجلس داره، من کابینه‌مو باید به اونا معرفی کنم، قوانین رو باید در اونجا بگذارنم، اینا هم به شورای انقلاب گفتن. شورای انقلاب زیاد موافق با این کار نبود، برای اینکه هنوز هم بختیار سر کار بود، میگفتن ما لازمه کمک کنیم تا این رو ساقط کنیم، ساقط که نشده هنوز، بنابراین خیلی نمیتونیم تفکیک قوا کنیم، ولی با وجود این شرطش همین بود و پذیرفت. با توجه به دورنمای مشکلات که میدیم تعدلمون راضی نبود. حتی یادمه که مرحوم آیت الله طالقانی مخالف هم بود، چون من با ایشون خیلی نزدیک بودم، یه دفعه منو جدا خواست گفت نپذیر آقای مهندس، من میدونم که نمیتونه با ما روحانیون کنار بیاد و بتونه کار رو انجام بده. من واسه ایشون توضیح دادم که ما هم این حدس رو میزنیم، البته ممکنه مثل شما نتونیم تشخیص بدیم، ولی خودمون هم این حدس رو میزنیم، ولی الان اگر ایشون نپذیره ضربه بزرگی به انقلاب خورد. برای پیروزی انقلاب، چون قبلا من ابتدا توضیح دادم که تنها آلترناتیو بودن به نظر من، این آلترناتیو اگه کنار میرفت همه اتهام های خیانت فلان و یا حاضر نشدن سرمایه گذاری بکنن، این اتهامات مختلف زده می شد، ولی همه پذیرفتیم که اون چی که در توان داریم در راه پیروزی انقلاب و تداوم انقلاب بذاریم، ولو این که به نابودی، حیثیت، موقعیت های اجتماعیمون ضربه بخوره که خیلی همون هم خورد. و مهندس جلسه شورای انقلاب در همون مرسه علوی تشکیل شد، تمام آقایون بودن، در حضور امام هم جلسه تشکیل شد. مهندس بازرگان هم شرایطش رو گفت، یعنی نگفت من انقلابی عمل میکنم، نگفت من ایران اینجوری میکنم، نگفت من ایران اونجوری میکنم، هیچ وعده وعیدی که فراتر از امکانات باشه، فراتر از روحیش باشه، گفت من آدمی هستم که منظم اینجور گام به گام، قدم به قدم، سیستماتیک میخوام تغییرات. دولت هم دیگه علنی شد، 7 تا وزیر انتخاب کرده بودیم، مهندس تاج وزیر نیرو بود، مهندس صدر حاسد جوادی، آقای صدر حاسد جوادی وزیر کشور شد، آقای معینفر معاون نخست وزیر یا وزیر مشاور رئیس سازمان برنامه بود، مهندس یوسف طاهری قزوینی وزیر راه شد، من وزیر مسکن شهرسازی شدم، آقای سامی، دکتر سامی وزیر بهداشت بود، بهداری بود، بهداری شد و فعلا اینا رو معرفی کردن و از طرف امام هم حکم برای صادر شد. منتها مسئله‌ای که بود در انتخاب وزیر خیلی کار مشکلی بود، هر کس نظری میداد. از امام استفتا کردن، دیگه اون ایران بود اون موقع، گفتن که ما در انتخاب وزیر چه شرایطی رو رعایت بکنیم،
شما شرطتون رو بگید تا ما بر اساس اون عمل کنیم. امام گفت فقط سه شرط رو